سلام دوستان، من رام هستم. سلام، سوهل اقتصادی هستم، چوپان راسکو. با رام هستیم براتون اینجا تو برنامه مسجد. این اپیزود 2 مسجد، برنامه‌ای که قرار بود ما هفته یه بار درست کنیم، ولی چون هم کنگو شدیم هم یه ذره خنگیم و اپیزود قبلی یه ذره کس و شرای گفتیم، البته سوهل بیشتر از من که مردم فوش دادن، گفتم که یه ذره اتونه. اما واقعا شکل دوست دارم هر هفته درست کنم این برنامه رو، ولی خب هم مغزمون ترکیده، هم همش داریم گریه میکنیم، ناراحتیم، اعصابمون خورده به هم ریخته و دلمون پیش مردم ایران با همه اتفاقاتی که داره میفته، ولی از اون ورم دوست داریم که بیم با شما درد دل کنیم، زندگیمون رو در میون بذاریم. دیگه سعی میکنیم که واقعا تحلیل و حرف کسوشر سیاسی نزنیم، که میدونم که بیشتر حرفایی که من میزنیم واقعا احمقانه است. اصلا ما فقط ابراز همدردی و همدلی میکنیم با شماها و میخوایم فقط صدای شما باشیم موقعی که میتونیم باشیم. ولی تو این برنامه هفتگی مسجد بیشتر یه حالت کچاپ کردن و درد دل کردن من و سهیل. خلاصه ما رو ببخشین دیگه جلو جلو اگه واقعا یه چیز احمقانه ای میگیم. اگه دوست داریم فوش بدین، فوشاتونو بدین، اشکال نداره. آره، منم خدا وکیلی چیزی که میگم احساسه شخصیمه. من نمیدونم، من اولش همیشه میگم، من نظرم شخصیمو دارم میگم. منم چه بعضی احساس میکنم، من دارم تحلیل میکنم، توضیح میدم چیزی رو، میام نظر شخصی من، نظر من این اتفاق باید بیفته یا اینجوری بشه اونجوری بشه. نظرات خیلی کسشرن و ببخشید، نظرات خیلی احمقانه، خیلی هاشون خوبن دیگه، نظر همینجوری میاد بالا. نه دیگه بذار من بگم، سوهل تو توی اقتصاد همونجور که فامیلیت هستش، تو با توی اقتصاد بچسبی، توی سیاست هیچ گوی نخوری و هیچ نظری ندی. خدا که من هیچ نمیفهم، چون من آدمی ام که به همه اعتماد میکنم، فکر کنم همه آدمای خوبی ان. اصلا من اخلاقم اینجوری که اصلا تو سیاست عمومی اگه من برم به بیناموس میشم یه روزه، واسه این مثلا گو میخورم، مثلا خودم میدونم. مثلا من فقط باید به قول خود تو همین همدردی و اینا داشتم حرف میزنم، ولی خب دیگه تو همدردی باید کچه خودم میگم دیگه. ولی امروز اولین روزیه که من خدای هر روز فکر میکنم یه مدت طولانی گریه میکنم صبح که خواب بلند میشم، من برنامه ها نگاه میکنم ببینم داستان چیه، داستان چی نیست. ولی امروز اولین روزی که بلند شدم دیدم مثلا یه عالمه اتفاق خوب افتاده، مردم جمعیت های بالا بیرونن اینا، احساس خیلی خوبی کردم برای اولین بار بعد از مدت ها. یعنی مثلا اون همش خوشحال بودم، به الانا میگفتم که فکر میکنم یه واقعا داره اتفاقی میفته، بچه ها دارن مسلح میشن فلان بسا، خیلی خوشحال بودم. حالا میگم امیدوارم که کشورشون رو پس بگیرن، حالش رو ببرن، این همه ثروت و این همه باحالی و خوشگلی. و چند سال فکر میکنی طول داره ایران برگرده به ایرانی که بود؟ ببین قبل از اینکه بگیم، منم اپیزودای منو گوش کردی یا نه؟ چند تا اپیزود وایس دادم بیرون، یکیشون از صدای مردم برای فرد آزادی بود، یکی هم تازگی دادم برای هموطن. اصلا دومیش هم داری زد میکنی، دیدم گذاشتی. و بچه ها ببین یه عشقی توشون هست، یه شجاعتی هست که اصلا انقدر قابل تقدیره، انقدر بی‌نظیره و آدم اصلا جلوش کم میاره. واقعا من فقط تعظیم میکنم به این بچه ها و این شجاعتشون و میگم نمیخوام امروزم خیلی بریم دوباره دیتیل تو این داستان رو، چون نمیشه واقعا گفت. آدم میدونم نه، ولی منظورم از ما خیلی آدمای باهوشتری هستن که دارن تحلیل میکنن. اتفاقا بچه ها به من مسیج میزنن که آقا یه کوسچری فقط زب کن که آخر شب خسته میایم و خونه کتک خورده و اینا، یه ذره مغزمون خالی بشه به چیز دیگه ای فکر بکنیم، چون داریم زندگی میکنیم این کابوس رو هر روز. ما باز میاد تو بیرون گود نشستیم، داریم گوخوری میکنیم برای خودمون، اونا توی این دل این داستان. من تازه اینجوری نگاه نکرده بودم. آره چقدر جالب راست میگه، چون هر روز تو شندگی میگه اوکی دیگه خفه شیم دیگه، بس ما فراموش. یعنی بعضی یعنی یه بریک کوچولو میخوان، نمیگم کلشو بی خیال فلان. من اونوری فکر کردم، من اونوری فکر کردم که اینا میگن که ما داریم همیشه هستیم تو، شما هم باشین وقتی که شما میام پیش ما، شما ما رو همدم بشین. من اونوری بهش فکر کردم که یعنی بالاخره همه چه ما چه اونا باید غذا بود بخوریم، باید بریم نمیدونم با دوش بگیریم، باید به خودمون برسیم، مدیتیت بکنیم، باید یوگا بکنیم، باید یه جور به سلامتی خودمون هم برسیم. ولی در کنار همه این چیزان باید اون اتحادمون رو داشته باشیم، هوای هم دیگه داشتیم. به هر شکلی میگم یکی حرف خیلی قشنگی زد، گفت آقا هر چقدر قدم برداشتی یه قدم دیگه هم بردار، میدونی یه دونه دیگه، یه قدم دیگه هم بردار. و واقعا همینه، هر روز هر کی میتونه اون قدمی که در حدش هستش رو برداره، یه خدمتی به مردم کرده. واقعا میگه مگه دوستای خارجی به من میگه سر کار من هر روز دارم تئاتر میرم، میگه آقا مثلا همه دارن میخندن و مثلا تو دنیای خوش، من اینجوری افسرده گوشی نشستم سرم تو موبایلم و دارم پشمام داره میریزه و تصویرای ایرانو میبینم، اصلا آدم اصلا میدونی میگرخه از این که فاک. آره از طرف باقا. که کاش که من اونجا بودم و چه اتحادی از اونورم که اینا چه حیولایی ان که دارن مردم رو اینجوری میزنن. و بعد مردم که میپرسن چه حس و حالی داری،
دنبال کلمات میگردم که چجوری بتونم بهشون توضیح بدم، چون نمیفهم. تو به چه بگی یه جا تظاهرات هست، تخمش هم نیست. خب یعنی باید که بخواد درک کنه. مثلا داشتم به یکی امروز اینجوری میگفتم، گفتم ببین گیم آف ترونز رو دیدی؟ گفت آره. راستیش. گفتم فکر کن زندگی تو گیم آف ترونز باشه، هر روز با یه اپیزود جدید بیدار میشی و یه لشکر دیگه زده، یه کسی دیگه زیرا به اون یکی زده، یکی دیگه اونجا داره. این زندگی ماست قشنگ، یعنی این داستانا. و اصلا پشما شیخته بود، یه اکتاد رفتم تو دیتیل داشتم توضیح میدم که کدوم آخوند کدوم چیزه، وایت واکره کیه، اون یکی کیه، این چیه. و چقدر جالب، راست میگی واقعا. مردم عمق عاطفی و احساسی و درد و رنجی که ما کشیدیم بمونی ملت رو نمیتونن درک کنن، فقط یه یارو سرشو تکون میده میدونی. و این خیلی، این برای من خیلی چیزی که خیلی چشمم روشن کرده به درد آدمای دیگه است. مین امپاتی یعنی چی؟ یعنی تو بتونی درد یه نفر دیگه رو درک کنی، میدونی، به معنای واقعی. تو بتونی نمیتونی اگه تو ایران نباشی، نمیتونی. من وقتی نگاه میکنم یاد خاطره 16 سالگی میافتم که توی ایران پلیس میاد به ما گیر میداد، که مثلا من یادم یه تیشرت پاپای پوشیده بودم، روش یه دونه پیرهن پوشیده بودم که چهارخونه زرد بود، یعنی تا این قیادمه. بعد به من گیر دادن که چرا اینو پوشیدی، این یه گروه آمریکایی ان که مثلا نمیدونم جاسوسی ان و اینا. منو براشون با دوستم بردن، یعنی منو بردن دوستم دنبالم اومد، بعد کیفمو گشتن، نمیدونم، خیلی منو خیلی من بی احترامی میکردن. بعدش یه هم نرفتن که مثلا چقدر راحت منو گرفتن بی دلیل احمقانه، بعد ابیوزم کردن. بعد توی کیفم هم یه دونه عکس داشتم از تو دختر لخت، بعد یعنی همین امیرسه یه دونه پستکارد داشت، من گرفته بودم برده بودمش توی یه جا چاپش کنم بزرگ که بزنم به دیوار اتاقم. بعد این توی مثلا سایز A4 توی کیف من بود، بعد بسیج پیداش نکردن. بعد من فکر کنم که اینا پیدا کردن دهنی از من سرویس میکنن سر این عکس. بعد الان که این صحنه رو میبینم مثلا میگم این یک صدم اونه، الان من اگه 100 برابر زجر بکشم این احساس اون آدم رو دارم. بعد میگم اها، ولی اونایی که اینجا بزرگ شدن واقعا ندیدن. چی دیدن به نظر تو؟ اونجا خیلی حواسشون هست. آره، این ور دنیا که واقعا میگم خیلی کم مردم، یعنی این به قول معروف این فرست ورلد پرابلم هایی داره. مثلا یارو دعواش اینه که تو ستارباکس اسمشو غلط نوشته رو لیوانش. میدونی اصلا سورئاله وقتی که تو فکر میکنی که یه شدت درد و رنج توی مناطق و کشورهای مختلف این کره زمین وجود داره. و من یه درس بزرگی که داده اینه که دیگه دفعه بعدی اتفاق بعدی میفته جای دنیا که میشتم تو هنگ کنگ، توی لیبی، توی نمیدونم هر جای دنیا، تو چین، فلان، تبت، برم یه ذره عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنم، یه ذره توجه یه ذره بیشتری بکنم. چون اون آدم ها همونجور که ما الان از دنیا میخوایم که صدای ما رو بشنون، و ایرانی دمشون گرم، ایرانی میگم پای اوکراین بودن، پای جورج فلوید بودن، پای همه وقایع دنیا، ایرانی اینشون خیلی خوب، خیلی شعور سیاسی ایرانی عجیب غریب بالاه، خیلی اینش واقعا قابل احترامه. و اینم به من داره یه ذره یاد میده بیشتر که با یه عمق بیشتری توجه کنم به تمام مسائل آدم. آدم البته نمیتونه همه چیزو واقعا بهش توجه کنه، ولی در اون حد و در اون توانایی خودم این خیلی بهم یه یادآور مهمی بوده که به موقع دیگه که انسان‌هایی که نیاز کمک دارن، نیاز شنیده شده دارن، ما هم اونجا برای اونا باشیم. میدونی مثلا داستانش اینه که به میگن بایستندر افکت نباشیم. اونایی که تو بغل خیابون وای میسن یکی جلوشون داره کتک میخوره و هیچ کاری نمیکنه، ولی کافیه یک نفر از خودش شجاعت نشون بده. یک نفر دقیقاً همه میان. امروز یه پسره وایس گذاشته بود که من خودم بیخایه‌ای بودم، ولی وقتی دیدم این دختره تنها دوید جلوی این پلیسا، اصلا دیدم مثلا همه ترس و همه چیزم ریخت. یه نفر، فقط کافیه یه نفر شجاعت نشون بده توی جمع و بقیه اون شجاعت رو پیدا میکنن. میدونی و واقعا درست میگی. واقعا حرف درسته، به خاطر اینکه منم الان میبینم تو تمام این تصویری که نگاه میکنی همه باشن قبلی، یه نفر میدوه جلو، یعنی خط اول یه نفره، خط دوم 10 نفره، خط سوم دیگه یه لشکر داره میاد. واسه همین همیشه یه دونه لیدر به قول معروف تک میکنه که مو به تن سیخ نمیشه. اونا اصلا که یه نفر میاد جوری مش میزنن تو صورت سپاهی و فلان، یارو با تفنگ واسه این با یه مشت خالی. خیلی وحشیه، اون خیلی وحشیه اصلا. یعنی آدم اینا رو باید قشنگ ازشون مجسمه ساخت واقعا. من یارو بدون باتوم جلوم وای میساد تخ نشم تکون بخورم وقتی ایران بودم، با باتوم، بدون باتوم.
این شاتگانو میپره میزنه خیلی، یعنی اصلا ببین به کجا رسیده و اون طرف چه خایه‌ای داره واقعا دمشون گرم. بعد میگم نمیشه واقعا مثلا اینا رو هیچی نگفت راجبشو یه ذره بریم تو یه چیز دیگه. خب حالا چیز کن مخاطب از سوال بپرسن اتفاقا میگم بحثی که میخواستم امروز باد بکنم خیلی کوتاه و بریم تو دیتیلش بیشتر که خب در اصل یه ربطی هم داره به همین داستان، چون تو آدمی هستی که دوتا بچه داری و من همه اتفاقا به بچه تو این چند وقت خیلی فکر میکنم، چون وقتی استوری تو میبینم پسر داری ماهیگیری میکنی یا موموکا داره بازی میکنی هرچی، خیلی برام جالبه که میخوام بدونم به یه آدمی که داره این ور تصویره وحشتناک یه حکومت کودک کش رو داره میبینه و اصلا صحنه های دلخراش و وحشتناکی که چجوری با کودکان و نوجوانانش کشور خودش یارو روانی بود، میگه من زن و بچه خودم سرشو میبرم چه برسه به شماها. میخواستم میگه خب مشکل همینه، میخواستم میگم that's the problem. یه آدمی تو این استیت ما نباید تو قدرت باشه، اگه تو دیوونه خونه نیستی با خدا رو شکر کنی. وقتی اون داره میگه من خواهر مادر خودم رو گردن میبارم به خاطر اینکه اینو حفظ کنم، میگه خب that's the problem، برای چی باید یه چیزی رو انقدر حفظ بشه وقتی مجاتی دوستش ندارن دیگه چرا میخواین کلید کنین؟ میفهم اینو من پارتو نمیفهمم که اونا چرا نمیبینن این تصویر رو، چرا انقدر تو چیزشون، چون داشتم اون بکی میگفتم آقا دین یاد گرفتنیه دیگه، تو اینو یاد گرفتی پس چرا نمیتونی یه چیز دیگر هم یاد بگیری که او خیلی هم کامپلیکیتد نیست. آقا آدمایی هستن که نمیخوام مثل تو فکر کنن، تموم شد. مثلا به این سیادی آقا میخواد بیاد بیرون لخش، آره بعد همه میکنن آره جنت آره، خب راحت شدی تو برو با خانواده روسری سرتون کنین با چادر زیرش هم سرباد بفرستین، کسی کاری نداره. من نمیفهمم چرا باید اینا رو بیناموز کنن و اینو نمیبینن و فکر میکنن اگه طرفو بیناموز کنن و بکشن این برنده است. حالا اونا که اونا خب دیگه میدونیم دیوانن دیگه. من صحنه رو که میبینم خب واقعا یه دونه توی اینستاگرام اگه نگاه کنی یه دونه استوری گذاشتم که دارم گریه میکنم و ضبط میکنم، توی اون همون صحنه دیدم که بچه مامانشو کشتن و یا باباشو، اون پسری که توی ماشین بهش چیز زده بودن چون بوق میزده. بعد داشتم فکر میکردم مثلا فرض کن داشتم پلی میکردم که مثلا فکر کن مثلا از خونه رفته بیرون به هر دلیلی داره برمیگرده، بعد توی راه این اتفاق میفته. مثلا چرا این اصلا باید یه داستان تو فیلم اینو نمیدیم؟ تو فیلم هم میرسن میگن یعنی چی رفت بیرون بغض تیز نمیدیم یعنی چی، بعد این واقعیته. بعد مثلا میگفتم فکر کنم بلا سر مثلا پاشا و موموکو بیاد، بس نشم دیوونه میشدم. چون بعد برام سوال بود که چرا بقیه پدر مادرها الان عصبی تو خیابون نیستن بگن آقا چی رو بزن منو بکش یا برو. نمیفهمم چرا مثلا تمام صحنه‌ها که میبینی جوونن، برام عجیبه خیلی. مثلا وقتی خودم هست بعد همون داستان که تو میگی میشه، میگی نشستی از این وضع زر میزنی، باشه ولی خب من دارم میبینم دیگه، من احساسم میفهمم چیه دیگه. اگه پاشا اینجا بره بیرون تیر بخوره من دیگه کسی نمیتونه تو خونه نگه داره، یا پاشا چی اگه من پسر همسایه سر کوچیم بره اینجا الکی به خاطر این داستان مثلا اینجوری بهش تیر بزنن، خب من میرم شهر رو به هم میریزم. حالا اینجا راههای قانونی داره می دنبالش فنا میکنی، ولی اونجا که وقتی اینه خب با بکنی دیگه، به غیر از جنگ چه راهی مونده واقعا؟ یه خانم مستنی بود ویدیوش که داشت میچرخید که داشت میگه ما این اشتباه که ما این انقلابه که و ما باید بریم سینه سپر این جوونا باشیم ما باید اصلا من گریم گرفت با اون ویدیو خیلی قوی. بابا من میگم به جون مامانم روزی بین 5 تا مثلا 25 دقیقه گریه میکنم. همین میخواستم از این سوال کنم، میخواستم ببینم که جلوی پاشا و موموکو گریه میکنی یا نخواهی به اونو نشون ندی، اصلا با اونو درمیون میذاری این مسائل یا نه بهتره که اصلا چیزی نگین؟ یعنی میخوام بدونم که برخورد یعنی تو خونه انرژی، چون تو میبینم با عشق پسرتو داری میبری ماهیگیری دنیا داره مثلا میترکه، ولی مثلا باید اون حباب عشقو برای بچهات نگه داری، نمیتونی که اینا روشون این تاثیر رو بذاری طبیعتا، ولی بچه‌ها هم باهوشن میبینی آنتناشون پیکاپ میکنه همه چیو. میخوام بدونم که چه جویه الان تو حس حال خودت با زن و بچه و اینا. من تا حالا هیچکونشون ندیدن، یعنی همیشه موموکو خواب معمولا الانام پاشا رو برمی‌داره می‌بره مدرسه، من تو اون استیجی که دیگه میرم تو بحر این فیلم‌ها و دیگه خود خودم هم ریلکسم، نمیذارم کسی ببینه، نه به خاطر اینکه می‌خوام ازشون قایم کنم، بخاطر اینکه نمیتونم بفهمن و هیچ جوری نمیتونم براشون توضیح بدم که چرا. واسه همین یه چیزی که کاملا پرسوناله، یعنی میشینم تو تخت خودم یا مثلا پنج شب تو نزدیک مثلا شاید خیلی هم جالب بود، فکر کن 45 دقیقه نشسته بودم توی توالت تنها روی تلفن آهنگ شروین رو گذاشته بودم، بعد
رو اینکه تلفنش هم استوری میدیدم و گریه میکردم. خب بعد تک تموم شد یه دونه تکست دادم به شروین که دست درد نکنه واسه موزیک قشنگت که درست کردی واسه این سیچویشن، بعد جوابم هم داد. خلاصه خیلی سکشوال بود برام، خیلی حال کردم با اون سیچویشن که مثلا 45 دقیقه با یه آهنگ، چون هیچ وقت نشد بشینم با یه آهنگ فقط هی فقط میزنم علاوه تمام هی گوش میدادم فقط لیریکس های خود توییتر رو میخوندم، این اشتباه گفتم، اینستاگرام نگاه نمیکردم، فقط خود ویدیو رو هی نگاه میکردم، فقط یه بار گوش میدادمش، یه بار توییتر رو میخوندم، یه بار ترجمه انگلیسیشو دوباره خودش، دوباره ترجمه توییتر، دوباره ببخشید توییتر، دوباره ترجمه انگلیسیش. خلاصه میگم خیلی چیز بودم، خیلی ناراحت بودم تا امروز صبح که دیدم یه اتفاقی داره میفته. دو تا تفنگ گرفتن دستشون. بعد خب میدونم دیگه کشور دیگه 45 روزه داره تلاش میکنه، اونام دارن کم میارن دیگه نیروهاشون، بالاخره کم از جوار مردم یاد گرفتن پیروز میشن 100% دیر یا زود. سلام قد شد یه سنی قد شدیم بچه ها، ببخشید نمیدونم مشکل فنی یا خنگبازی سوهیل بود. همیشه مال منه. ولی یه چی داشتی میگفتیم؟ داشتی از اینکه خودت باقا خود تو خلوت خودم معمولا واسه نمیبینن، هیچ وقت حالا ندیدن که مثلا من برای خبر اینا، وقتی هم که میبرمش بیرون دیگه تو چیز نیستم، توی خبرها نیستم، اونجا میشینم واسه خودم یه حالولی میکنم. معمولا پاشه یه کاری میکنه که میخوام فیلم بگیرم، از جیبم در میارم فیلم میگیرم، آپلود میکنم رو اینستاگرام، دوباره میذارم تو جیبم، یعنی تو چیز روی هیچی نیستم. واسه اونا ندیدن. فقط پاشا یه روز اومد هی مثلا تو تختم گفت چیکار میکنی؟ گفتم دارم اینا رو نگاه میکنم. گفت چیه داستانش؟ گفتم که یه چی مثلا دولت خیلی بدی دارن، همشون آدمای بدی ان و اینا، ولی پاشا خب کوچولو دیگه نمیتونست بفهمه، اینجوری خونه گفت او اوکی بعد رفت. ولی بهشون چیزی نمیگم، ولی خودمو واقعا بی‌ناموس میکنه. مثلا حتی امروز صبح داشتم با ماماکو بازی میکردم، داشت لگد میزد به من، بعد چمش شکمش بیرون بود، چمش شکمش ور میرفتم. بعد گفتم مثلا فکر کن این اگر تو ایران بود، مگه بابا این بودم، من ناراحت بودم که این بچه نمیتونه مثلا 10 سالگی این کارو بکنه توی پارک، مثلا تو سن 14 سالگی نمیتونه مثلا شکمش بندازه بیرون با توی پارک آب بزنه با لگد بزنه تو شکم من، این خلافه. بفهم چقدر سخته بکن 85 میلیون نفر اینطوری کنی، میدونی مثلا تعداد کوچیک‌تر بود کارو درست نمی‌کرد، ولی یه خورده قابل حذف‌ترش می‌کرد. نمی‌دونم مثلا من خیلی ناراحت اخنانه می‌بینم از نظر بچه‌های خودم، مثلا شاید هر روز بهش فکر می‌کنم. واسه پاشا نه، موموکو خیلی چون دختره. ببینم مثلا برای اینکه بچه‌هات مثلا پرهیز از خشونت کنن چون بزرگتر میشن، خب بذار می‌دونی بچه‌ها میرن تو فیزای مختلف بزرگ میشن، یعنی خودت به این چیزا فکر می‌کنی که آقا مثلا پاشا اولین باری که مثلا نمرسی دعواش بشه، یا مثلا بهش میگی چیکار کنه، مثلا از خودش دفاع کنه اگه اتفاقی میفته. یعنی هنوز نمیام به اون مرحله رسیدی و از این دمورین چطور صحبت کردین کسی تو مرسی آره، عذیت خیلی جالبه کرده که باشه. اینو داری میگی، خیلی جالبه که داری اینو میگی، چون امروز یکی داشت اینو به من میگفت و پسش توضیح دادم. موموکو چند روز پیش ما یه همسایه داریم، بچه 10 ساله داره، بعد موموکو رو زد، موموکو هم 4 سالشه، گریه کن اومد بالا و دستش رو من نشون داد که بابا این منو زده. بعد خب من عصبی شدم، بالا شدم میگم برای چی میزنی بچه 4 ساعت آروم باشه، من مراقبش باشه فلان و بسار. بعد دیدم امروز این مهمترین دعوای موموکوه، من امروز باید بهش ریفلکشن نشون بدم که مثلا دنیا راجع دعوا چیه. منم به نظر شخصی میگم که دنیا کثیفیه، میدونی؟ یعنی من دنیا جوری نمیگم که دنیا خوبی و مهربونیه توش، من دنیا کثیف میبینم که همه میخوان به هم بدی کنن. اول بحثی گفتی که همه خوبه، کجا تا همه خوبن؟ اول بحث گفتی من اگه سیاست مدار بشم فکر کنم همه خوبن و مهربونن. من فکر میکنم همه خوبن، بعد من تو دنیا بهم ثابت شد که هیچ کی شبیه من فکر نمیکنه، فقط رفتم تو پاچه هم واسه فهمیدم که اکثریت من نیستم، حرفای من همیشه واسه مردم غیر عادیه، مثلا اوکی مثلا من غیر عادی داستان حساب میشم واسه اینکه اینجوری فکر میکنم. برای همین میگم مثلا من فکر میکنم دیپ داون آدما همشون اکثریت بدن، نه به خاطر اینکه آدما همه موجودا به نظرم بدن، شاید مثلا اگه فیلان مثلا به قدرت مغز ما میرسن اونا هم بد بودن، مثلا انسان ها رو کردن تو گله. باد مخالفم ولی میخوام گوش کنم آخرین بحثت به کجا میرسه. خب من خلاصه فکر میکنم آدما بدن واسه همین. بعد گفتم که خب اگه منم بیام بهش میگم مهربون باش و هیچی نگو، الکی دارم بهش دروغ میگم راجع به دنیا،
اگه برم دفاع کنم ازش دارم لوسش میکنم و دختر تیپیکالش میکنم که میخواد همیشه بگه یکی بیاد کمکم کنه. گفتم ماماکو ببین دنیای خودته، دنیای خود مشکلی نداره بیا به من بگی، مشکل تو خود باید حل کنی. منم به عنوان پدر به دو تا ریکامندیشن میدم. این آدمی که تو رو زده، تو رو اگه خیلی ناراحت کرده دیگه طرفش نرو. دیگه هر دفعه دیگه ما درز گفت ماماکو بیا بیرون بازی کنیم، بگو نه چون منو زدی من دوست ندارم با تو بازی کنم. اینجوری آدم یاد میگه کسی دیگر نزنه، تو هم دیگه مشکلی نخواهی داشت. یا این که دفعه دیگه که تو رو زد تو هم میتونی بهش همونجوری که تو رو زد تو هم بزنیش که تو دیگه اذیت نکنه. من اینجوری گفتم. ولی اگه مثلا 5 سال پیش بود میگفتم نه نباید بزنی، برو بوسش کن و اینا، ولی الان نمیگم. جالبه میگم. حالا من هم بچه دار نیستم، خودم هنوز نمیتونم خیلی نظر بدم، بحث پیچیده و سختی هم هستش، ولی همیشه برام سواله که آدما تو خانواده‌هاشون، چون میدونی مادر پدران که بت‌ها یا خدایان بچه‌هان و از اونها همه چیز یاد میگیرن دیگه. من یادم چند پیچه که دختری که دوستام تو مدرسه اومده بود به مامانش گفته بود که آره چرا، مامانش پرسید چرا با فلانی بازی نمی‌کنی، جد این حیوانی پسر همیشه تنهاست و اینا توی اون گوشه پری اسکول. گفتش آره فلان دختر، یه دختر سفیدپوست دیگه، گفته بهش که آره ما حق نداریم با اون بازی کنیم چون رنگش با ما فرق داره. اصلا بچه 3-4 ساله چجوری این چیزا رو میفهمه؟ اصلا معلومه که از تو خانواده خودش چیزی شنیده یا یاد گرفته. آره که اومده دقیقاً این ریسیزم و نژاد پرستی تو خونش بوده که بعد اومده به بقیه هم سرایت میده این نژاد پرستی و بچه‌هام خنگن، میدونی باور میکنن. میدونی او راست آره. میگه این چون میگه با انتونی بازی نکنیم بس باید بازی نکنیم مثلا. میدونی و حتما این دلیل داره دیگه، چون اونا نمیتونن دروغو بفهمن. آره. احمقیت هنوز بفهمن. و مثلا برام سوالی که مثلا آدم با چجوری مقابله کنه با اینو که بعد خانواده ها رفتن با مدیر و ناظم و فلان این مجلس صحبت کنم که آقا اینو منتقل کنید به خانواده، اصلا این چه برخوردی و فلان و چی چی. ولی چیزی شد یا آمار نداری؟ خیلی آمار ندارم ادامه داستان چی شد راستش، فقط میدونم که رفتن کلی گله کردن پیش مدیر و این چیزا که حل بشه مسئله. ولی برام خیلی جالب. بعد جالب تر از این بعدش که فهمیدن کارشون اشتباه بود، این دختره اتوان سریع فهمید که آقا اینش خیلی برام جالب که بعدش که فهمیدن کارش اشتباه بود و اینا، ادبیاتی که استفاده میکرد و صحبت میکرد از دوستی و صلح انقدر قشنگ بود برای چوس بچه، پشمام ریخته بود. از اونور به قول تو خنگن که دروغ نمیفهمن، ولی از اونورم خیلی باهوشن که سری میفهمن که او نه مثلا ما همه برابری، ما ریلکس و خبری نیستش. یعنی میگم شاید به قول تو نبود بچه رو دست کم گرفت و بود باشون یه ذره بعضی وقتا یه حالت خیلی منطقی برخورد کرد. میگم در سوال من یه نظریه دارم، بهم بگو نظرت چیه. اوکی. به نظر من هیچ آدمی بزرگ نمیشه، اون کسی که بچه است همون شخصیت میمونه، از یعنی تا 5 سالگی شخصیت شکل میگیره، از 5 سالگی بعد یه آدمی، فقط دیگه یاد میگیری چجوری ماسکای متفاوتو بذاری رو صورت، چه کاراکتری متفاوتو بازی کنی. یه سری آدمام توی این ماسکا گم میشن، یعنی یه کاراکتر میذاره عاشقش میگه من اینم دیگه، ولی هیچکی ترولی خودش نیست، همه فقط یه بچه‌ن که ماسک رو صورتشه. آره تو سهیل کیه، رام کیه، یه اسمی که ما گذاشتیم اون که واقعا ما هستیم. این حالا این بحث خیلی فلسفیه، ولی میفهم. حالا برای اینکه to play along with this thought experiment، میگم بحث nature and nurture دیگه، چقدر از ما تو طبیعتمونه، چقدرش توی تربیته، چقدرش من میگم همش تو تربیته، شاید 90 درصدش میگم تو تربیته، ولی میگم تو 5 سالگی تمومه. اصلا کلا از لحاظ روانشناسی خب خیلی ثابت شده که حداقل تا مثلا 4-5 سالگی اون تروماها و اتفاقای عجیب غریبی تو زندگی میفته، اینو ثابت شده که تا آخر عمرمون یه نحوی رومون تاثیر میذاره. یعنی ما وقتی که بچه هستیم میدونی که اولین جوری که یه بچه متوجه یه سری احساسات مثل ترس، خشونت، عصبانیت اینا میشه، میدونی چه جوریه؟ چون زبون که نداره تا یه سال خورده ای، خب نه. از توی چشمای مادر و پدرش میفهمه، از مقداری که پیوپل چشه دایلیت میکنه بچه میتونه پیکاپ کنه. از عشما. میگم خیلی عجیب غریبه و این همه فکت ها، یعنی ثابت شده است. یعنی بچه ها قشنگ، یعنی از روی چش مادرشون، از روی نحوه دست دادن بهشون، از نحوه بغل کردنشون، از لول صداشون، همه این چیزا نمیدونن چرا باید داره چه اتفاقی، و میفهمن که اون انرژی خوبه یا بده. چه باحال. من
موموکو و پاشا هیچ وقت واقعا میتونم بگم توی 5 سال اول زندگیشون نه خشم دیدن نه ترس دیدن. یعنی ما همیشه بعد چون ما الان همیشه خونه بودیم، اینا هر روز صبح تو بغل ما خواب بیدار شدن، رو ما پریدن، رفتن خونه ما آموزگ، اومدن خونه ما، رفتن پارک. یعنی واقعا من فکر می‌کنم بچه‌های من یکی از بهترین داشتم به دلنا میگفتم. گفتم بچه‌های پادشاه‌ها به مثل خوبی بچه ما زندگی نمی‌کنن از نظر منتالی. گفتم یه پادشاه به خاطر پادشاهی وقت نداره 24 با بچه‌اش بشه. بقیه مردم هم که اوج مردم بعد سر کار برن و اینا، ما بچه‌مون من بچه‌ام گوشم فکر کنم گوشمش چی میگم مهد کودک، بعد از 4 ماه 5 ماه گفتم موموکو دوست داری مهد کودک؟ گفت نه دیگه نذاشتمش. یعنی برای خود به پاشا دوست داشت، پاشا میرفت صبح با ذوق بلند میشد میگم برم اونجا خوشش میاد. یعنی ما خیلی بلیلی بلادشون گذاشتیم. حالا من خیلی خودم شخصا اینترستدم که ببینم بزرگ میشن آیا کار درست کردیم یا نه، چون همیشه واقعا نمیدونی. آره خودم خواهی نمستم در ادامه حرف خواستم بگم که یه سری از این اتفاق اصلا خارج دستونه. هر چقدر مادر پدر عالی باشین، تو اگر مثلا یه روز نگران وضعیت مالی خانواده هستی و یه استرسی توت هستش، اونو پیکاپ میکنه. پیکاپ میکنه. اگر ما اگر مامانش اگر النا میدونی دستش میسوزه روی سر اجاق یا هرچی یه آخ میگه اون لحظه یا هر... میگم یعنی بچه اینقدر سنسیتیوه اون حساش که من دارم سن خیلی پایین دارم میگم همون 0 تا 4 سالگی رو دارم میگم، یعنی بچه اون حسا رو این ایموشن ها رو پیکاپ میکنه. و بعضی وقتا میگم تو بهترین تربیت هم میکنی. میگم هزار تا مثال هستش مثلش که توی خانواده که یه بچه میره استریت ای استودنت و جینیوس و تیز هوشان و فلان میشه، اون یکی کسخل و معتاد و اینا، ولی تو همون خانواده بزرگ شده. و برام خیلی جالبه و این نظر خیلی برام جالبه که چرا این اتفاق میفته. و خیلی من خیلی دوست دارم در مورد این ذره بیشتر مطالعه بکنم و مهمونایی هم داشته باشم که بیشتر گفتین و فکر کردم من کسخله خانواده ام. مطمئن همه میگن که آقا ما بچه‌مون چرا اینجوری در اومد، اون یکی انقدر خوبه. همه میگن اصلا چرا اصلا نه در مورد منم همینا میگن دیگه. من گوسفند سیاهه چی میگن خانواده ام منم همیشه میگم. من یه دونه روانپزشک میرفتم پیشش، خیلی آدم پوری بود، بعد یه بار حرف خیلی جالبی زد. گفت تمام چیزای دنیا لایسنس میخواد، میخوای فورکلیف ببری بعد لایسنس بگیری، ولی دو تا چیز لایسنس نمیخواد، یکی ازدواج، یکی بچه بزرگ کردن، و دو تا مهمترین چیزای زندگیه. میگفت اصلا این احمقانه ترین موو انسانیته. میگفت اگه بعد مثلا واقعا دکترو بشینم بگن شما کامپیوتر، میگفت چون ما میتونیم، میگم من از هر 10 نفر که باشون حرف میزنم 8 نفرشون رو گارانتی به تو میگم اینا با هم میمونن یا نمیمونن. میگو یعنی ما ریت حدسمون بد نیست. میگو مثلا نمیدونم چرا مثلا اینجوری نیست که آقا بیا ما سوال کنم. میگم آقا نه شما ببینین زج میکشیم ما، نکنین این کارو، حتی ساجستشن باشه. یعنی مثلا میگم آقا بیا آقا بشنو حرف یارو، با چش باز برو تو این، یکم بچه دار بشه شدم. بعد این تو گوش من موند. بعد 10 تا 15 سال بعد که بچه دار شدم رفتم پیش دکتر، چون من وقتی بچه دار شدم یهو خانومم با بچه یه ساله اومد تو خونه دیگه، واسه همین من نمیدونستم قراره بچه دارشم، مثلا این وقت نداشتم آماده بشم. من همه زندگی میگفتم که اون 9 ماه 10 ماهی که زنم حامله است چیز میکنم، یاد میگیرم. بعد چون که یهو افتادم توش، رفتم یه روز تمام مثلا چند تازه مثلا 2-3 هفته بود پاشا تو زندگیم بود، با یه چیزی ورداش کوبید تو وسط تلویزیون. بعد من نمی‌دونستم بعد چیکار کنم، الان هیچی نگم بزنمش، توضیح بدم براش، داد بزنم، هیچ نمی‌دونستم بعد چیکار کنم، چون گفتم که خب من نمی‌دونم بعد چیکار کنم. رفتم پیش دکتر گفتم که دکتر داستانی نه، مثلا من نمیدونم چیکار کنم. یه کتاب معرفی کردم، من کتاب رو خوندم، اون خیلی کمکم کرد. یعنی اولا هر چی فکر میکردم راجع به پرنتینگ اشتباه بود، یعنی این چیزی که خیلی جالب بود، نه مثلا 90% هر Why am I not surprised؟ و دیگه خیلی اون خیلی کمک کرد واسه این بچه‌ها. به نظر من خوب شدن، هر کی می‌بینه که بچه‌ها خیلی خفنن، واسه همین اون کمک کرد. یعنی خودت با آندرستندینگ خودت بری جلو کمک نمی‌کنه. من تو همون چند باری که پیش اومدم واقعا میگم خیلی لذت بردم از وجود موموکو و پاشا. خیلی بچه‌های معلومی که معلومه قشنگ عشق دارن، معلومه که بهشون توجه شده، معلومه که بچه‌هایین که خیلی کول و ریلکسن و یعنی خیلی 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 باحاله. اون حس اصلا حس من خیلی حس خونه تو رو دوست دارم. یه عشق و یه انرژی خیلی خوبی داره اون خونه‌ای که درست میای گفتی نوام داری برمیگردی. آره دارم میام. و اینکه پس بلیط بفرست که پیکاپت کنم. دمت گرم. بیا بابا همون فرودگاه میام، یه مدتی پیش تاپال میشم.
ولی آره به مامات اینا مثلا بگو یه خود دیرتر اومدی بگو مثلا هفته بعد می‌رسی. ولی مثلا میگم دیگه توی این پروسه آدم واقعا به خودش هم فشار میاد. مثلا من چیزی که دقت کردم اینه که تو سنای مختلف هم بچه‌ها بزرگ میشه. مثلا خود بابام مثلا در مورد بابای خودم مثال بزنم اینه که میدونی تو بچگی مثلا خیلی عشق و تینیج که من خیلی آدم شری بودم، خیلی دهن مام بابام رو صاف کردم، یعنی واقعا من آروم بودم، من خیلی اذیت کردم، یعنی من آدم خیلی تخمی بودم. ولی مثلا بابام که مثلا از سن شب بالاتر ولی دوباره اون نمیدونم هورمونا بالا پایین میشن، بعد دوباره انگار دوباره عاشق همون جوری حالت میدونی بچگونه بابام هی بهم ایمیل عاشقونه میزد هر هفته، میدونی این خیلی قشنگ بود و برام جالب بود این داینامیک. نمیدونم برای بقیه هم کم چه اتفاقی میفته، یعنی ما سیر زمانی مثل سیاست که میگن جوونیان همه چپیان و فلان، بعد پیرتر که میشن پول دوستتر و کانسرواتیو تر میشن، اصلا یه سیر طبیعیه که برای خیلی ها پیش میاد. نمیدونم از لحاظ هورمونامون هم از لحاظ بیولوژیک هم این اتفاق میفته یا نه، ولی میگم جالبه که 10 سال دیگه با هم حالا این برنامه رو داشته باشیم هنوز و پاشای تینیجر شهر شده خیلی دوست دارم که اونجا داری چیکار میکنی که مثلا ببین من بهش میگم مثلا میریم بیرون، میگم مثلا میریم تو دیروز کجا بودیم هالووین رفتیم مال، بعد بهش میگم که پاشو برو تو مغازه، بعد از تمام وجودت داد بزن بگو I want some candy، بعد نمیکرد، یعنی من پوشش میگم به دیوونگی نمیره، ولی موموکو خودش توی مغازه که داشت داد میزد I want some candy. قربونش برم. آره خیلی بامزه است. من فکر میکنم که آره این میگم تو از لحاظ اقتصادی بتونی تأمین کنی که بتونی وقت به نظر من میگم بازم منم نظرات کسوشیلی چون خودم بچه ندارم، ولی احساس میکنم که آدم هر چقدر بتونه که بیشتر حضور داشته باشه برای بچه هاش میدونی خیلی تأثیر بیشتری میذاره. بیشتر این چیزی که برسیدی که من خوندم تا همین کتابای گبار مته و اینجور آدم ها اینه که بچه ها بیشترین چیزیشون که اذیت میکنتشون اینه که احساس تایید شدن نکنن از مادر پدرشون، احساس دیده شدن نکنن، احساس شنیده شدن نکنن. این بیشترین چیزی که بچه ای رو آزار میده و حتی از سن خیلی پایینی، و چون کاری که میکنه وقتی که احساس میکنه شنیده نمیشه، دیده نمیشه، یا بعد کم کم اینو یه جوری اینترنالایز میکنه و خودشو مقصر این مشکلای تو خونه، مثلا باباش اگه مامانش داره درسر از پول یا یه مشکل دیگه ای، این فکر میکنه تقصیر منه، میدونی این انرژی که بچه میگیره. برای همین میگم این حضور داشتن و در کنار بچه بودن به جای که چون توجه، خلاصه توجه کرده مهمترین یعنی عامله، یعنی یک بچه داری و خانواده سالمه. حتی تو زن و شوهر هم همینه، تو زن و شوهر که یارو اگه فقط میره سر کار شب میاد خونه، تو زنش هم تو چشاش نگاه نمیکنه، میره غذاشو میخوره، میره گوشی میشینه، خب هممون نیاز به توجه، هممون نیاز به عشق، هممون نیاز به تایید شدن داریم. و اون اگه توی داینامیک چیز خیلی جالب میخوام راجع به همین بگم بهت، شاید ربطشو اشتباه بفهمم، ولی پاشا پدری که داشته از این آدما بوده که هیچ وقت نمیدیدتش، 6 صبح خونه میرفته بیرون، 6 میومده 8 هم میخوابیده، و 6 میومده خونه شام میخورد و آماده میشد و دوش میگرفته، شاید 5 دقیقه مثلا با پاشا اسپن تایم میکرده. بعد پاشا همیشه تا میتونم بگم 6 ماه پیش، یعنی تا 7 سالگی میومد میگفتش که هر شب میومد میگفت میشه امشب پیش شما بخوابم، هر شب. منم اوکی بودم، النا نمیذاش، النا میگفت نه بهش بگی بیاد، دیگه هر شب میخواد بیاد بخوابه، خوب نیست از این حرفا. من مثلا شاید مثلا ماهی یکی دو بار میذاشیم بیاد. موموکو که از روز اول با من بود و فقط بغل شده و بوس شده و عشق بهش ورزیدیم، ازش خواهش میکنم شب پیش من بخواب، میگه نه. اصلا باور نکردنی، یا دیشتر شما شکلی صحبت کنم موموکو چرا پیش من شبو نمیخوابی، خب بیا بخواب دیگه، نه تو خودم دوست دارم. حالا نمیدونم این به خاطر اینه که اتنشنر دیده اتاق خودش احساس سیکیوری میکنه و اون ایندیپندنسشو دوست داره، اون داش سعی میکرد اون ضعفشو پر کنه که من مثلا اتنشن بگیرم، ولی الان دیگه نداره، دیگه پر شده به قول معروف. چقدر باحال، چقدر قشنگ. ببین باید سال یه بار باید این بحث رو به نظرم باید ریویزیت کنیم تو مرحله‌های مختلف، و هم برای تو یه جورنال جالبیه، هم برای بقیه آدمایی که گوش میکنن که ببینن چی به چیه. من خیلی این صحبت بگو اضافه کن.
من این سوال اضافه کنم خیلی، چون به جمله که گفتی خیلی رب داره، من یه دونه جا رفته بودم مثلا هنگرتی مثلا بکنم مثلا 50 نفر تولد یه نفر بود، یه جا رو گرفته بود یه فارمو. خب ما اینجا وارد شدیم، همه جا همه داشتن مثلا میکشیدن میخوردن اشغال میکردن. من وارد شدم با دوتا بچه، یه بچه مثلا یه سال و نیمه، یه بچه مثلا 4 ساله یا مثلا 5 ساله. بعد خب اونجا آدمایی بودن که بچه‌م داشتن و بچه‌شون نیورده بودن، بچه‌ها پیش مامان بزرگ بابا بزرگ بودن. بعد یکی اومد پیش من گفت روز دوم اومد گفتش که ببین میدونی تو یه ریسپانسیبیلیتی خیلی گنده داری نسبت به ماها. گفتم چرا؟ گفت چون که تو بچه‌هاتو کاملا مخالف نرم داری بزرگ می‌کنی و ما همه اینو می‌بینیم. همینجوری هم مثالش که اینجا هیچ کسی بچه‌شو نیورده، هیچ کی به خواب نمی بچه‌شو بیاره اینجا، ولی تو آوردی. 10 بار دیدم دعوت بشی دیدم جای دیگه میاری. واسه همین ما فکر می‌کنیم که اگه این اتفاقا بیفته بهمون گفته شده که بچه خراب میشه، بچه فلان میشه، بسال میشه. ولی اگه بچه‌های تو بچه‌های خوب درسته بدادن میاد، ما همین فهمیم که اشتباه بوده تربیت و ما عوض میکنیم. و این جورنالی که تو داری میگی میتونه همینو تداعی کنه. یعنی واقعا یه دونه آقا نکنید شما دارتون این کارو اشتباهه، یعنی که بکنید. نه میفهم، دمت هم گرم. من به نظرم تو که تو الینا واقعا مام بابای عالی هستین و امیدوارم همینجوری خفن ادامه بدین. و اون روزه هم که اتفاق عجیب غریب میفته تو لحظه واکنش نشون بده، سعی کن یه جوری خونسردی خودت رو حفظ کنی. خیلی سخته کینگ رام. آقا من حواسم نبود این چارجر تخمیمو جا گذاشتم، چیز باتریم داره تمام میشه. فکر میکنم خیلی خوبه دیگه، الان 40 دقیقه صحبت کردیم، واقعا 40 دقیقه داریم فرق میزنیم. گایدیمو هی میگیم میخوام 20 دقیقه درست کنیم، من تو رو ول کنن. آره بعد تازه اصلا خیلی هم صحبت خاصی نکنیم، ولی خوبه دیگه. اصلا ببین قرارم نیست صحبت خاصی کنیم، قرار نیست نه تو سقراطی، آره به خدا، نه من گوییم. به خدا من واقعا میخوام بشم با تو حرف بزنم. نمیدونم چرا همیشه یهو مردم شاکی میشه وقتی دل خودمو میریزم بیرون. نه میگم خودم باشم دیگه، آخه باید حرف خودو میزنیم، ما هم داریم حرف خودمون. اگه بیایم من و تو تحلیل کنیم معلومه فوش میخوریم، چون با این کارو نیستیم تا خطش. آدمای از ما خفن تر هستن که این کارا رو دارن میکنن. ما فقط میگم انعکاس میدیم، درد دل میکنیم. مردم خودشون میدونن که ما دلمون پیش اوناست، میدونن که ما تمام عشق و انرژیمون پیش اوناست و مدیون اوناییم هستن کلا برای آینده آزاد و قشنگ فردامون. خلاصه به من خیلی لذت میده. میگم مثلا کلا این پروژه های اینجوری، این ژورنال های دایری توری، من خیلی قدیمی که بالترین کاری که زندگیم کردم مثلا اون اوایل که ایمیل اومد بیرون، هیمن ایمیل صدام گرفت، ایمیل هیمن موقعی که ایمیل اومد بیرون، من با دوستام یه پروژه هفتگی داشتم که هر هفته مثلا نزدیک 4 سال ما این کارو کردیم، یه دونه آپدیت به هم میدادیم که آقا چه خبره، نه. من چیکار کردم، درس خوندم نخوندم، دعوا کردم، عاشق شدم، دختربازی کردم نکردم، سفر رفتم، هر چی، فقط برای همدیگه، فقط برای. و اینو هنوز هست داد توی آرشیو یه جا، شاید یه روزی برم همشو بخونم ببینم چه خبره و چیکارا کردم چیکار نکردم. و همیشه اینجور ژورنالا، این کارم که منو داری میکنیم، من برای من فقط یه حالتیه که بخوایم بیایم با هم دیگه یه ذره 20 دقیقه 2 ساعت هر چی حرف بزنیم، بدون اینکه موبایلامون بدون اینکه موبایلامون رو چک کنیم، بدون اینکه اصلا حالا شاید به یه چیز رو به روزم اشاره بکنیم، بیشتر برای ما تخلیه این فکر و همین درد و دل. بابا آدم اینو به همه بچه‌های دیگه هم توصیه می‌کنم، بخصوص تو این دوران سخت، توی تنهایی خودتون گم نشین، نرین توی فاز انزوا و آیسولیشن و افسردگی. اتفاقا نیاز داری که با آدمای دیگه درد دل کنی، نیاز داری که آدمای دیگه حتی در مورد کوسچرترین چیزا هم حرف بزنن، آقا گربه تو غذا خورد امروز نخورد فلان هر چی. فقط برای اینکه این حسی که حتی با کنار یه آدم دیگه هم بتونی آدم درد دل کنه، خودشو خالی کنه، باور کن نمیدونی چقدر تاثیر روح و روانمون داره. ما یادمون رفته که زنگ بزنیم به هم دیگه، حال هم دیگه رو بپرسیم. این یه آرتی که از دست رفته و ما مجبوریم به خاطر حالا نمیدونم به خاطر خودخواهیمونه، به خاطر نارسیسیزمونه، به خاطر اینکه کارمونه، به خاطر هر چی، ما مجبوریم اینجوری با هم حرف بزنیم هر هفته. ولی ما خیلی لاکیم که این جورنال رو داریم، واقعا متوجه. ولی لذت میبرم از این. اینجوری نیستش که برای من زجر باشه یا بدم بیاد یا بخوام به اجبار کنم، من واقعا لذت میبرم. بعضی هم احمد من یه سری فوش بودن که بابا رام تو سوهل که اصلا به هم نمیخورن یا فلان، میگم چه ربطی داره، من با هزار نفر دیگه هم نمیخورم، ولی آدم چرا میتونه باهاشون درد دل کنه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه صحبت کنه. قشنگیش اینه، چون تو یه بود دیگه رو من نشون میدی، من یه بود دیگه رو بهتون نشون میدم. من یه جور دیگه فهمیدم، من حتما با هم تعارف ندونی، با هم به هم میرینی، با هم مخالفی میگی میخندی، ولی خیلی الان بالا داشتم گل میزدم میگم کسکش
شب برای میخوام بگم دو دقیقه به من ارزش قائل شد. چی گفتم دو دقیقه به من برس. لا خیلی خوب، من دفعه چت اومدم میک شور کردم که چت باشم سر مسجد. منم یه عالمه تکیلا خوردم الان اومدم اینجا مست و الان یک صبح میخوام برم قش کنم قشنگ. برو بخواب ببین قربونت برم، خیلی حال کردم. منم همینطور. فقط قبل از اینکه ببخشید، تاچ توی توضیح من میدی تاچ ایرانیه یا انگلیسی؟ انگلیسیه و در مورد زندگی و مرگ فریدون فرخزاده، بعد داستانای این جنبش امروز اتفاقا توی داستان آوردیم و خیلی حالت جالبیه که یا حالت مولتی میدیا، انگار داری یه فیلم سینمایی میبینی چون کلی ویژوال هستش و کلی همش تصویر و فیلمی رو جای میاد، چیزای 3D میاد. برای یه تاعت خیلی انگیجینگه. میبینیم تاعت بدون تعارف من به شخص خیلی حوصله‌ام سر میره، اگه مثلا طولانی و فقط بدونی خیلی تاعت باید خیلی اهلش باشی و خیلی توی تمام هنرها به نظر من انتلکترین هنرها است قشنگ، میبینی باید خیلی خوره باشی و کتاب خون و فلان و اینا. یه تئاتری هم هستن که خب عام‌ترن و مردمی‌ترن و یه ذره راحت‌تر حذف کردنش. این ولی تئاتر سنگینی هم هستی که ما داریم کار میکنیم، ولی وقتی که درک میکنی که مفهوم و معنی پشتش چیه، یه انگار داری یه دونه پازل اینتלקچوالی رو حل میکنی که خیلی شیرینه، خیلی میچسبه به آدم وقتی که اون قسمت مغز خودش رو قلقلک میده و مجبوری جدید عمیق‌تر به مسائل فکر کنه، میدونی. و ساعت‌ترین راهش هم بخوام بهت مثال بزنم اینه که تو چجوری مثلا میخوای ترجمه کنی خب فرخزاده برای خارجی. میبینی وقتی که توی آلمان توی بقالی داره سر یه دونه بادنجون با یکی چونه میزنه، بعد یه زن پیر آلمانی میگه برو اونور ببینم مردی که مثلا شرقی فلان، بعد نمیدونی که این مرد بزرگترین ستاره آسمونه یه ملتیه. و میدونی چجوری میخوای منتقل کنی به اون آدم این حسو. و تمام بحث اینه که شناخت ما از یه ابزارهای سطحی استفاده میکنیم که همدیگر رو و دنیامون و تاریخمون رو درک کنیم، ولی واقعش اینه که خیلی وقتا نمیتونیم درست ترجمه کنیم این دنیاها رو به هم دیگه. و با این آیدیاس داریم که همش بازی میکنیم توی این تئاتر. خلاصه بعد هر روز پلی دارین یا چجوری؟ آره هر روز یا یک یا دو تا اجرا داریم. و سختن کارش چند نفره است؟ 200 نفره. بزرگم هست. آره. و میدونی سختن کار حفظ کردن همه این چیزاست واقعا. با موزیک خیلی مثلا من دسامبر دارم میرم مونترال و تورنتو، 15 و 16 دسامبر تورنتو و مونترال. اگه هستین که پاشین بیاین برین kingram.com برای اطلاعات بیشتر. و کنسرت خب تکلیف اون روشن. بعد این روزام که آهنگای بیشتر سیاسی و اجتماعی و غمگین اینا میخوام دیگه، نمیرم که بکوب فلان چیزا رو، یعنی واقعا میرم اونجا که مردم ابراز همدلی و همدردی بکنم. و مثلا میگم واقعا تاثیرگذاره، میدونی هنر و پرفورمنس یک کاملا راه زیبایی برای اینکه آدم ابراز کنه اون درد خودش. ببین ما هم انسانی، ما هم باید کار کنیم، ما هم باید بریم به زندگیمون برسیم. من همش خجالت میکشیدم که پروموت کنم میدم رو شوام حرف بزنم تو این دو موقعیت، ولی با اون یارو دندونپزشکی میره سر کار نمیره. میدونی چی میگم؟ اون معلمه من خودم بهت گفتم من گفتم همه باید بکنم، من خودم شرمندگی کردم که الان مثلا قرار بود کنسرت با یه سری بچه دیگه بذاریم که اونا انقدر خجالت کشیدن کنسل کردن. یا مثلا میگم بابا بی خیال، اصلا چیزی نیستش، یعنی اینا کار ماست، ما نباید کاری که میکنیم خجالت بکشیم. ما هنرمندیم، ما چیزی به غیر از هنر نیستیم. من که بلد نیستم برم مثلا لوله کشی بکنم. لازم داریم که خوشی بدی تو این غم داری، چون میگی آدمو که مرده که نیستن، میره میجنگش وقتی میاد خود استراحت کنه بذار ریلکس استراحت کنه. بله. نه من موافقم، من خودم دوباره شروع کردم چون فکر کنم که این اشتباس داریم ما وایسیم. خب ما کیو داریم کمک میکنیم الان؟ آره نه میگم همون حالت بحثی که داشتم میگفتم که آدم بره تو حالت افسرد انزوای خودش. ما هر کدوم میتونیم یه قدم برداریم، بعد از اونم یه قدم دیگه، و هر کی داره به نقش خودش اون مقداری که میتونه داره کمک میکنه واقعا. و اون میبینیم دیگه، من با هر کی حرف میزنم، من حتی مثلا با اینکه دوستای الان اگه کامپیوترم خاموش شد به خاطر باتری آخرین حرفم بزنم، یکی از دوستای مثلا کارخونه دارم داشتم صحبت میکنم، از اینا که تو ایران از این سرمایه دار کاپیتالیست نیمچه آدمای چیز هستن، نمیخوام بگم خودخواه، ولی اونایی که فقط فکر جیبشونن دیگه. مثلا آخرین آدمایی هم هستن که تظاهرات بکنن یا دیگه، چون اونا فقط فکر منفعت خودشونن تا این حدش. ولی حتی اونا اینجوری بودن که تا یه هفته پیش میگفتن اتفاقی نمیفته، اونا اینجوریان که نه آقا این دفعه دیگه فرق داره.
یعنی اون اونا وقتی دارن اینو میگن دیگه نه کل قشرهای جامعه داره میفهمه، همه دیگه متوجهن که این یک موجیه که تو هر چه قدم تیر توی این موجه بزنی موج تو رو فرا میگیره و همه چی تو آره دیگه. سبزی پلو با ماهی بفرما. I love you. دمت گرم، عاشقتم. خوب باش، خوب باش، میبینمت. تیکتو بفرست. بای بای.